است. خوش آمدین دوستان عزیز. بازم برنامه قسیم است و امرای سمیرجان رسا، مسئول ارتباط عامه مشاوریت ارشد رئیس جمهور در امور مالی و بانکداری. به انگلیسی چی میشه؟ Public Relations Expert to President to Banking and Finance. بشک باز فرید پسان برام در ما انگلیسی نمیفهمم و در روسی برام تبدیل میکنم، من زیادتر در زبان روسی میفهمم. ازدرزد خرشو. خب رسا صاحب، چون اولین بار وقتی که کارهای میدیا و رسانه ای را آغاز کردین با گزارش های فوتبال بود؟ بله، سال 2010 میلادی. 2010، یعنی که 8 سال قبل از امروز. نزدیک به یک دهه. یک دهه، تقریبا دو سال کم یک دهه. یک دهه. قبلا به هیچ رسانه ای، به هیچ جایی، به هیچ اسکرین ظاهر نشده بودم. پیش از این به یکی از رسانه‌های خصوصی کار میکنم. اگر اجازه بدین که نام شما بگم. بگیرین، گپی ندارم. اولین بار کارم از رادیو ندا شروع کردم. بله. بعد با تلویزیون نگاه، تلویزیون نگاه باز آمدم لمر. از لمر با طلوع. نام خدا. داماد کل رسانه بودی بیاد. خب من معذرت میخوام از خودم. وجدان قفاق میزنه گنده فکر کنم با اشتباه را که من میزنم. رسا میخواییم که یک فوتبال بین میوند اطلان و شاهین از امیره شما یک اناونس بکنین و ما کوشش میکنیم که تان یک اناونس بکنم. باسم خوش آمدید و شما را دعوت میکنیم به گزارش بازی حساس، دیدنی، جذاب میان تیم‌های فوتبال میوند اطلان و شاهین آسمایی که همکارم قاسم ابراهیمی با ما هست و مطمئنن که یک گزارش فوق‌العاده دیدنی و شنیدنی را شما شاید خواهد بدین. همکار عزیز، بازی میان شاهین آسمایی و میوند اطلان از کدامش برنده میشه و فکر میکنی که جای خودت خیلی خالی است در بازی در میدان؟ همکار عزیز، من فکر میکنم بسیار یک بازی جنجالی و یک بازی گگلمیری خواهد بود و این به طور زنده اولین بار از رادیوهای ارمان ارکوزیا طلوع طلوع نیوز این به نشر میرسه و میریم دنبال گزارش. همکار عزیز، و در نظر ما که شاید هر کسی که قدش بلند بود او بازیکنش بلند بود او زیادتر شاید برنده شد و بالاخره میریم بعد دنبال بازی. همکار عزیز، اگر که کدام پرابلم نداشته باشی خودت هم اگر تو حساب بکنیم که هر کس قدش بلند باشه خیلی جای تویش نیست با قدی که داری. خب ما برنش نفسی زیادتر کار میایم چون بیادر تقریبا 9 سال داشت پلاک بازی بسار. که در پشت خانه همسایه و کوچه ها میگشت. تو همکار عزیز، این بار است که از رادیوهای ارمان ارکوزیه طلو طلو نیوز وابشان میبینید که فراد چوچه توپ میگره میره با گول که نمیشه. همکار عزیز شما میتونید بگویید بازیکن شاهین آسمایی بود اینجا پاش و فرید فلور خیز میزنه نمیتونه سعی نچسبید و بله به طرف شب است شاید شبکوری هم داشته باشه بعضی بازیکن ها. بله بله و چوب چراغا این بار است که از طلوع نشر میشه. فراد چوچه عصبی شده میبینید که دو میزنه گل پیکره و حالا میبینید که فرید فلور میره از یخن سمی میگیره که و بالاخره گولی که نمیشه برگشت داده میشه. همکار عزیز، همکار عزیز حدسه نزن لطفا یا فلور حدسه زد. نه من کسیم طرفدار شاهین است اینجا که هر دفعه تو میارم من نمیتونم گزارش بدم. این مشکل دارم بیطرف باشم. من میگم هر کسی که برنده شد شیر مادر حلالش. و بالاخره که فکر میکنم که کرمچای کارمندای شاهین کارمنداش گفت بازیکنای شش زدن که تو بقدر هیچ چی نمیخوره داشت نچسبید. و ظریف هم میبینین که همین قدم میدان داخل شده و میدان جرو میکنه و نفی اشاره میکنه که برای اون دو کنج میدان. همکار عزیز، و بالاخره گولی که نمیشه برگشت داده میشه. همکارم سمیر رسا از ای بخش میخواد که اناس کنه. بله، اینجا تشویق میکنه دروازه‌بان میگه بسیار خوب کار کردی، خوب به مرب مشت کردی تو به نمونده که گل شوه. فقط همکار عزیز خمیر باشه که مشت کنه. اینجا گل خوردک شاید نفر پاس بهم اوت نمبر 12 پایش کج است فایر میکنه که نمیخوره و بالاخره گول گول دروازه گول به دروازه بود یا با کلکین خورد؟ نه در خود دروازه در شنگ دروازه گل. چه رقم شوت است همکار عزیز؟ فکر میکنم که فراد چوچه اصلا جایش جا نیست که در این میدان باشه. بازیکن شماره 8 مشهور به فراد چوچه است. خب در نظر فراد چوچه اشاره میکنه که مرا فراد کلان بگوین. فراد قد بلند ما میره به میدان که نمبر 8 بتن داره و کالای زرد و بالاخره گولی که نمیشه خدا میزنه یا گل شد که نمیتونه گل نشد و فراد چوچه را گل شد و کسی فراد چوچه را بغل میکنه گل پیکر فراد چوچه را در بغل گرفته که میگن خیلی خود از توپ است حالی که نه فراد چوچه است. فرید فلور، سمی، مرزای لایت و همشان میرن به میدان و بالاخره گول که نمیشه. نشد همکار عزیز گل. بله، مرزا، خود مرزا، مرزا گل زد. و این برنامه از طرف عامیان مثل چای سبز و چای سیاه و همچنان هتل بلبل بر شما به نمایش گذاشته میشه. بالاخره گل
گل شدم کار عزیز و یم شاتی که کمره را تو میدان میکنه فراد چوچه گلم لای خوردک قسم بله. لای در افغانستان هفت گل هستن لای هفت گل است فراد چوچه با او پایکای خورده چه توب از قاط پای تیر شد خوب یا لای زد مذاق بکنه فراد جان و بالاخره گل و بالا فراد چوچه رو میبینین خیزد که نمبر 11 رو بگیره داغوش و بگونی تشویقش کنه آقای رسا شما برین آقای رسا تکرارش هست قسم جان تکرارش هست ای رو گل حساب نکو به خاطر یک بار گل زدی تکرارش هست و اینجا دروازه‌بان که توپ گم میکنه نه برک لزر نمیفهمه کجا شد توپ اینمی بود که گلم خورد خدا زد دروازه‌بان خدا میزنه و دعای کلان نگرفت و دروازه‌بان گل و همکارای عزیزم اگه میتونن که دوباره امیره درست است دوباره پلی کردن و بازم آقای رسا این تکرارش هست قاسم جان بازم تکرارش هست فلید فلو را میبینین که گل خورده او غدان خدا قرط میکنه و این یک شرم است برای تیم که این رقم بازیکن دواسته آمده چگونه و بالاخره گولی که بالاخره فراد توچه بیرق بالا کرد و آقای گول انتخاب شده یا نشد آقای رسا خدا معلوم آقای رسا امشب بازی بسیار یک بازی جذاب بود جذاب دیدنی بود برای اولین بار از طرف شب این گزارش پخش شد و در نتیجه شاهین آسمایی نماینده کابل برنده شد که یک بار دیگر تبریک میگیم برشان و جای خودت خیلی خالی بود در میدان خودت اگر سوال بکنیم قاسم جان اگر دوست داشتی که بازیکن میشدی در کدام قسمت میدان خوب میتونستی که از خود مهارت نشان بدی؟ همکار عزیز با قسمتی که با بالای گل عریف حمله ور میشه یعنی فوروارد به گل خود نزنی یگان دفعه خوب یگان بار به خاطر از اینکه آدم رونالدینیو را بان جان آقا را محکم بگیو تو امو موضوع رونالدینیو در نظر من حمله مهم است گل گل است اگه به گل خود بزنی یا به گل حریف بزنی اما هدف است که تو به جال تچ بکنه تعداد و نشه که به قسم فراد چوچه واری که سعی کنه شما افلایی میخوره و سه گل خودش اعلام میکنه اگر نه می اگر شما همکار عزیز به جای فراد می بودین چی میکردین والا کار فراد خیلی سخت بود ما فکر کنم هیچ کس نمیتونه جاش باشه گل میزدیم دیگه طبعا مشکل فراد چی بود که این گلا رو مسکت و فرید فلور ما فکر کنم که فراد کم مشکل شبکوری داشت چون بازی از سر بود بله همکار عزیز بله بازو ما مایکم خطا خوردم همکار عزیز خو نمیتونست تو بس ای یافت بکنه بله آقای رسا فراد و فراد چی پیش راحت میکنی این از اتاق فرمان در گوش ما آوالای نه فراد خو میشناسی فراد روی بری شما کمری کلوز شما آقای رسا والا از اول میگی که شما شوخی کردیم سر فراد ما میگم چرا چپ چپ سر میاد طرف ما او بده خو خیر انا نامش گفتیم خوب شد دیگه چیز نگفتیم چه چیز دیگه هم گفتیم